در همین ارتباط همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست. بابک، از آخرین تحولات در ارتباط با امکان توافق آتش‌بس به ما بگو. همه در این رابطه بسیار خوشبین هستند فریبا، اما هر کی شرایط خودش را داره. در کنار اون که به نظر میاد که حماس تا حدودی انعطاف پذیری نشان داده و دیگه مسئله پایان جنگ را در اولویت قرار نداده، اما آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیروز در سخنرانی خودش در مقابل افسران ارتش اسرائیل بار دیگه اعلام کرد که تنها قدرت نظامی هستش که میتونه حماس را وادار به توافق بکنه. او چند شرط را برای توافق عنوان کرد که اونها را عنصر آهنین در سیاست اسرائیل دونست. یکی اینکه جنگ باید پس از توافق ادامه پیدا بکنه تا اسرائیل به اهداف خودش که نابودی حماس هست برسه. او گفت که اجازه نخواهد داد در هیچ توافقی نظامیان حماس از جنوب به شمال برن و دوباره اونجا هماهنگی‌های نظامی برقرار کنن. او گفت کوریدور فیلادلفی در دست اسرائیل باقی خواهد ماند و اجازه نخواهد داد که از اونجا اسلحه وارد نوار غزه بشه، و او گفت که در مرحله اول بیشترین تعداد گروگان‌ها را آزاد خواهد کرد. با همه این احوال که به نظر میاد بسیاری از اونها بسیار پیچیده خواهد بود و موانع بزرگی در راه آتش‌بس خواهد بود، اما پس از بازگشت هیئت اسرائیلی از قطر و در حالی که به سوی قاهره پیش خواهند رفت برای ادامه مذاکرات، برخی از مقامات اسرائیلی گفتند که به توافق خوشبین هستند و شانس دستیابی به توافق وجود داره و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده، اما اختلافات به طور کامل حل نشده. روزنامه لبنانی الاخبار هم که وابسته به حزب الله لبنان هست مدعی شده که هیئتی به سرپرستی رئیس شین بت که به قاهره اعزام شده در خصوص فعال کردن گذرگاه رفح که در همون کریدور فیلادلفی قرار داره در آینده این نزدیک پیشرفت‌هایی حاصل شده. در این گزارش آمده است که این گذرگاه قرار هستش که با هماهنگی مصر، فلسطین و با حضور اسرائیل انجام بشه. در هر حال حماس در بیانیه‌ای که بیرون داده در حال حاضر گفته که هیچ خبر جدیدی در رابطه با آتش‌بس و تبادل اسرا به وجود نیومده. به گفته او اسرائیل همچنان در حال تأخیر در خرید زمان هست. متشکرم از تو بابک. همزمان با گزارش تو تصاویر زنده رو هم داشتیم از غزه و رفح. بابک اسحاقی همکارم از تل‌آویو با ما. ممنون.